سرخط خبرها، پیام عجیب ملا یعقوب به تمام جهان. استانگزای: افغانستان بدون دانش پیشرفت نمی کند. باشندگان پریان پنچیر: کوچیان با کمک گروه طالبان چراگاه های ما را گرفته است. سفر حقانی به ننگرهار: فعالان جلال آباد خواهان بازگشایی دانشگاه ها برای دختران شدند. طالبان در زابل پس از هجوم بر یک مراسم عروسی دف زنان را با خود بردند. باید خدا به مجموعه خبری مهم این کانال خوش آمدید. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما باشید. پیام عجیب ملا یعقوب به تمام جهان: باید نظام ایجاد کنیم که جهان متعجب شود. ملا یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان و فرزند ملا عمر، بنیانگذار گروه طالبان، در سخنانی که در حضور جمع از فرماندهان این گروه در کابل ایراد کرد گفت: پس از فروپاشی دولت جمهوریت و روی کار آمدن طالبان، اکنون باید نظام در افغانستان ایجاد شود که جهان از آن متعجب شود. یعقوب افزود: کفار و مسلمانان باید بدانند که ما تا این حد ظرفیت داریم. سخنان ملا یعقوب روز شنبه 14 اسد از شبکه تلویزیونی ملی افغانستان که تحت اداره طالبان فعالیت میکند پخش شد. وزیر دفاع طالبان افزود که اعضای طالبان از بزرگ و کوچک برای برقراری نظام این گروه قربانی دادند و اکنون باید از بی‌نظمی و بی‌مسئولیتی جلوگیری شود. او اختلاف ها میان جناح ها و رهبران این گروه را رد کرد و گفت همه در یک صف واحد قرار دارند. ملا یعقوب اعضای طالبان را به فرمانداری از رهبران این گروه دعوت کرد و گفت وقت مذاکرات صلح در دوحه آغاز شد، نگرانی در میان مجاهدین یعنی اعضای طالبان مطرح شد که انگار با کفار معامله صورت میگیرد. او ادعا کرد که رهبران طالبان بر اساس ارزش های این گروه مذاکرات صلح را به پایان رساندند و در نتیجه نظام مورد نظر این گروه برقرار شد. توافقنامه صلح میان دولت آمریکا و طالبان در 29 فوریه سال 2020 در دوحه امضا شد و خروج نیروهای ناتو به رهبری آمریکا از افغانستان بر اساس همین توافقنامه صورت گرفت. طالبان در این توافقنامه تعهد کردند که با تشکیل دولت فراگیر با بقیه احزاب و جریان‌های سیاسی حقوق زنان را رعایت کنند و روابط خود را با سازمان‌های تروریستی از جمله القاعده قطع کنند. اکنون با گذشت 2 سال از سلطه طالبان، افغانستان تنها کشور در جهان است که زنان و دختران از داشتن حق تحصیل و اشتغال منع شده و زنان کارآفرین از هر نوع فعالیت در خارج از خانه محروم شدند. با این حال، ملا یعقوب تاکید کرد که باید از رژیم حاکم در کابل حمایت شود و نظامی که باعث تعجب جهان شده است باید در افغانستان تقویت شود. ملا یعقوب از سران این گروه که در جریان جنگ با دولت‌های پیشین افغانستان کشته شدند به عنوان قربانیان راه اسلام یاد کرد و گفت ملا اختر منصور که وجودش یعنی در نتیجه حمله هوایی نیروهای ناتو کباب شد، در راه حفظ استقلال، اسلامیت و افغانیت قربانی شد. ملا اختر منصور رهبر پیشین طالبان در سال 2016 و در حال بازگشت از ایران در بلوچستان پاکستان آماج حمله هوایی نیروهای ناتو قرار گرفت و کشته شد. رسانه های پاکستانی در آن زمان گزارش دادند که ملا اختر منصور و همراهانش در نتیجه اصابت راکت در آتش سوخته بودند و فقط بخش از بقایای اجساد آنان به دست پلیس پاکستان افتاد. در حالی که پیش از این وزیر دفاع طالبان گفته بود با وجود خروج نظامی آمریکا از افغانستان، هواپیماهای تجسسی آمریکا در آسمان افغانستان حضور دارند، اما در این سخنرانی گفت اشغال افغانستان کاملا پایان یافته است. ملا یعقوب همچنین رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری را به تبلیغ علیه طالبان متهم کرد و ادعا کرد که دشمنان طالبان این گروه را به همدستی و دریافت حمایت از آمریکا متهم می‌کنند، در حالی که آمریکا از افغانستان شکست خورده است. استانگزای: افغانستان بدون دانش پیشرفت نمی‌کند. شیر محمد عباس استانگزای، معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان، گفته که افغانستان بدون آموزش و دانش نمیتواند پیشرفت کند. او در مراسم در کابل از وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف این گروه خواست تا به این اصل توجه کنند و امکانات لازم را در این زمینه ایجاد کنند. او تاکید کرد که طی سالها جنگ، افغانستان در بخش‌های آموزش، صحت و زراعت نسبت به کشورهای منطقه عقب مانده بود. اما اکنون که فضای امن در کشور ایجاد شده است، دولت باید توجه بیشتر به این موضوعات داشته باشد.
استانگزای در ادامه صحبت‌های خود افزود که فعلاً یک نظام واحد در افغانستان پدید آمده است و رژیم مرکزی این گروه به تمامی جغرافیای افغانستان از نظر امنیتی و سیاسی کنترل دارد. معین سیاسی وزارت خارجه طالبان از طرفداران برجسته آموزش دختران در میان طالبان است. باشندگان پریان پنجشیر، کوچیان با کمک گروه طالبان چراگاه های ما را گرفته است. برخی از باشندگان ولسوالی پریان پنجشیر گفتند که با کمبود علافه برای معاشیشان مواجهند، زیرا طالبان با آنان اجازه نمی دهند که معاشیشان را به بلندی های کوها و چراگاه ها ببرند. به گزارش سپوتنیک به نقل از اطلاعات روس و گفته آنان در حال حاضر چراگاه های کوها در اختیار کوچیانند. منابع از این ولسوالی تصریح می کنند که طالبان در سال روان باشندگان بومی منطقه را از علاقهایشان در دامنه کوها کوچ دادند. یک منبع گفت که اکنون همه کوها در اختیار کوچی هاست. به ادعای او کوچی ها حتی رمه هایشان را در مرزه های شخصی مردم می چرانند. این منبع افزود که طالبان به مردم اجازه نمی دهند که معاشیشان را به بلندی ها و علفچرها ببرند. به گفته این منبع معاشیداران با کمبود علفه مواجهند. سفر حقانی به ننگرهار، فعالان جلال آباد خواهان بازگشایی دانشگاه ها برای دختران شدند. وزارت امور داخلی طالبان روز یکشنبه 15 اسد از سفر سراج الدین حقانی به ولایت ننگرهار خبر داد. بر اساس خبرنامه این وزارت، فعالان شهر جلال آباد در دیدار با وزیر داخلی طالبان خواهان باز شدن درهای دانشگاه ها برای دختران و زنان شدند. احمد، استاد دانشگاه در دیدار با سراج الدین حقانی گفت مردم ننگرهار مسلمانند و آنها نه تنها آموزش دختران را میپذیرند بلکه در زمینه تطبیق آن نیز همکاری خواهند کرد. بر اساس خبرنامه وزارت داخلی طالبان، سراج الدین حقانی در پاسخ به این درخواست گفته پیام مردم ننگرهار را با هیبت الله خانزاده رهبر طالبان در میان خواهد گذاشت. طالبان در زابل پس از هجوم بر یک مراسم عروسی دفعای زنان را با خود بردند. منابع در زابل گفتند که ماموران امر بالمعروف طالبان با هجوم بر یک مراسم عروسی در این ولایت دفع زنان را با خود برده و آنان را توهین و تحقیر کردند. منابع به روزنامه 8 صبح گفتند که این رویداد جمعه شب 14 اسد در مربوطات شهر قلات مرکز این ولایت رخ داده است. به گفته منابع طالبان شمار از اشتراک کنندگان در این مراسم را نیز مورد لعن و کوب قرار دادند که در نتیجه یک تن زخمی شده است. مسئولان محلی طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. طالبان در این اواخر هجوم بر مراسم عروسی در هتل‌ها و منازل شخصی مردم را افزایش دادند. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.